بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه بحث حریم نگه داشتن خود و پاسداری از خود، پرواپیشگی در حوزه فردی، مثلا چی موجب می شود انسان حرمت خیش رو پاس بدارد و پا از مرز حریم خود فراتر نگذارد. اونی که عامل مهمه و بداند جایگاه خودش رو، که حضرت امیر خوب بیان کرده که العالم من عرف قدره و کفا بالمرء جهلا الا یعرف قدره. دانا کسی است که قدر خود رو بشناسد و در نادانی انسان همین بس که قدر خیش رو نشناسد. ببینید بعضی از شخصیت ها به صورت صورت بزرگن ولی به صورت سیرت کودکن. شما ببینید در این انتخابات متنوعی که در دنیا اتفاق میفته، در انتخابات چی میکنن؟ اصلا مگر به قدر خودش واقفه؟ او طرف رقیبشه، ولی رقیبش انسانه. نباید هر حرفی رو زد، نباید پرده دری کرد. اینایی که عرض میکنم ریشه های قرآنی و اسمای حسنایی داده. خدای ستار العیوب بنده پرده در رو دوست نداره. خدا وقتی که خودش ستار العیوبه، پرده پوشانه، بنده پرده در مطلوب خدا نیست. خدا وقتی که غفار از ذنوبه، از لغزش هایی که میداند میگذرد. ما هم با گمان زنی ها، با سوء زن ها تازه از هم نمی گذاریم، ادعای بندگی هم داریم. خدای غفار از ذنوب بنده بخشنده رو دوست داره. خدای ستار العیوب بنده پرده پوش رو دوست داره. خدای رزاق بنده نانرسان رو دوست داره. نانبر بنده مطلوب خدا نیست. خدای دانا بنده دانا رو دوست داره. خدای توانا بنده توانمند رو دوست داره. بنده عاجز مطلوب خدا نیست. بنده نادان مطلوب خدا نیست. و حرمت شکنی ریشش در نادانیه. قدر خودش رو نمیدانه و حرمت شکنی میکنه. و امام علی اصلا میگه دانشمند به کی میگن؟ دانا کسی است که قدر خود رو بشناسد و در نادانی انسان همین بس که قدر خیش رو نشناسد. اینو میگن دانشمند. ما دانشمند رو اسم میبریم، مثلا تو بحث‌های رویکردهای ماتریالیستی میگیم ماکس وبر یا ماکیاولی، مارکس، نمیدونم دورکایم و امثال زاله. اصلا ببینیم قدر منزلت خود رو دانشمند اگر شناخت، از نگاه امام علی دانشمند، ولی اگه قدر منزلت خودش رو نشناخت این نادانه. ولو که صد جلد کتاب نوشته باشه، کتاب ها علامت دانشمندی نیست. کما که درس خواندن ها علامت ادب نیست. ادب یه مقوله دیگریه. آیا درس خونده، تحصیل کرده، تربیت هم شده یا بی تربیته؟ خب تا انسان به خود نیاید و قدر خیش رو در نیابد و از بیگانگی با خود دست بر ندارد. بعضن روانشناسا هم میگن بیایم با خود آشتی کنیم. چرا من با دیگران نمیسازم؟ چون با خود ناسازگارم. چرا با همکارها سر دعوا دارم؟ چون با خود دعوا دارم. انسان اول در خودش درگیر میشود، سرریزش میرسه به همکارا، سرریزش میرسد به خانواده، سرریزش میشه به همسایه، سرریزش میشه به محله، جامعه. با خود آشتی کنیم، از رذایل اخلاقی خود رو پیراسته کنیم، به فضایل اخلاقی خود رو آراسته کنیم. اگر میخواییم انسان زندگی کنیم، امتیاز ما هم انسانیت دیگه. و الا چیزهای حیوانی، حیوان هم تولید نسل داره. تازه حیوان اونقدر که میخوره ما نمیتونیم بخوریم، حیوان اونقدر که میتونه بیاشامه ما نمیتونیم بیاشامیم، چه بسا حیوانهای اونقدر که میتونن بخوابن ما نمیتونیم بخوابیم.
اینها مشترکات همه حیواناته. چیز که انسان داره حیوان نداره، اون خردمندیه و حریمداری به خردمندیه، پرواپیشگی به خردمندی و عقلانیت، زندگی عقلانی داشتنه. امام علی در سفارش خود به حضرت امام مشابه فرمود: و من اقتصر علا قدرهی کان ابقا له، هر چه قدر خود بداند حرمتش باقی میماند. انسانی که قدر خود رو نمیشناسد، اندازه نگه نمیدارد و حرمت خیش میشکند و به تباهی کشیده میشود، چنان که امام علی هشدار داده است: هلک امرؤن لم یعرف قدره، کسی که قدر و ارزش خود رو نشناخت تباه گشت. تباه گشتگان و طول تاریخ رو برید فرد به فرد بیوگرافیشون رو بخونید، غالبا از این جهان ناشی میشه، قدر خود رو ندانستن، اومده به یه حکومتی رسیده است، این عوض یه فرصت بدانه خدمت خلق الله بکنه، خیانت به خلق الله میکنه، استبداد به رأی پیدا میکنه و این فرصت رو برای خودش به تهدید تبدیل میکنه. انسان عاقل تهدیدها رو تبدیل به فرصت میکنه، انسان بیخرد و نابخردان فرصتها رو تبدیل به تهدید میکنه. ولذا در گفته های امام علی سلام الله علیه میگوید اگر میخوای حریمت حفظ بشه، قدر خودت رو بشناس و پاسداری کن از این منزلت، از این قدر. در جایی حضرت فرموده در توصیف عمل کرد: زرع الفجور و سقوه الغرور و حسد و صبور، تخم پرده‌دری و گناه کاشتن و با آب فریب آبیاریش کردن و هلاکت درو نمودن. شما بعد از پیامبر این بدعت‌هایش گذشته شد، به تیشه، به ریشه عزت اسلام زد، تیشه به ریشه اخلاق زدن، طوری شد که علی شد خانه نشین، معاویه شد امیرالمومنین، طوری شد که حسین ابن علی نوه پیامبر شد خروج بر علیه نظام سیاسی و یزید شد امیرالمومنین. یزید چیه؟ سگباز، قمارباز، شرابخاره و یک جوان نفهم و نادانیه. حسین ابن علی نوه پیامبره، فرزند علیست، خود یه شخصیت بزرگیه، خود امام حسین یه شخصیت بزرگیه. خب ریشه حریم شکنی انسان کجاست؟ چرا انسان حریم شکن میشه؟ در یه جمله اگر خلاصه کنم تمام عرایض، جهل، نادانیه. حریم شکنی انسان از اینجا آغاز میگردد که از مدار بندگی خدا بیرون میره، دیگه بندگی خدا رو نمی کنه و در توهم خدایی کردن فرو میره. بعد اصلا میگه انا ربکم الاعلا، نه رب، بهترین خدا منم، نه خدا. فرعون یه نفر نبود در عصر زمانه موسی کریم، در زمانه ما همه ما میتونیم فرعون باشیم. خدا رحمت کنه امام راحل رو، گفت طاغوت فقط مکلانی، من مؤمن هم میتوانم طاغوت باشم. ولذا امام راهب به نفس خودش خیلی حمله ور میشود، به خودش خطاب میکنه: ای نفس خبیث، ای نفس پلید. تو کتاباشم موجوده، در کتاب سر و صلات هست و کتاب های دیگه. غرض، انسان اگر از حریم بندگی خارج بشود دیگه نمیشه جلو دارش، این حریم شکنه، انسان متجاوزه. عیاش ها، شیاد ها، دیکتاتور ها، ظالم ها، مستبد ها و تمام انسان هایی که دارای رذایل اخلاقی هن از دایره بندگی خدا خارج شدن. ولی نمیشدن بنده خدا باشه به بنده خدای دیگه ظلم کنه، امکان نداده. نمیشه دای بندگی حضرت حق کنه به احکامش بیمهری کنه، امکان نداده. در هر عرصه ستمی،
تجاوزی اگر روی میدهد ریشه یابی کنید اون متجاوز، اون ظالم، اون زورگو از حریم بندگی خارج شده است. خواستگاه آن مرزشکنی، حریمدری و بی‌پروایی است که در درون انسان روی میدهد. خدا بعد امام یک کتابی داده که جنود عقل و جهل، یک کتابی داره شرح 40 حدیث. در حدیث اول از پیغمبر خدا روایت شده که حالا لشکرش رفته بودن، بعد سربازان پیروزم شده بودن، خیلی با تکبرم راه میبودن، با غرور پیروز شدن دیگه. پیغمبر که رفت به استقبالشان گفت مرحبا مرحبا به قوم قذب الجهاد الاسغر و بغی علیهم الجهاد الاکبر. آفرین آفرین بر گروهی باد که در جنگ کوچکی بزرگ پیروز شدن، ولی جنگ بزرگ در پیش رویشون هست. فقیل یا رسول الله فما هو الجهاد الاکبر، پیامبرا دیگه جهاد اکبر چیه؟ گفت هو جهاد نفس، نفس نفس نفس. این با هوا و هوس جنگیدن هنر میخواد. اشجع الناس من غلب الهوا، شجاع‌ترین فرد آن است که به هوا و هوسش غلبه کنه. وقتی که در درون شکست خورد، در بیرون هم شکست، زنگش میشه بد ریایی، شمشیر کشیدنش میشه بد تظاهر. ریا و تظاهر را خدا مشتری نیست. خدا مشتری اخلاص هاست، صداقت هاست، باور هاست و شجاعت هایی که میخواد در مسیر حضرت حق اون شجاعت را هزینه کنه. کدام شجاعت؟ اشجع الناس من غلب الهوا. اگر انسان در مرز بندگی خدا بماند و حریم حرمت خیش را ندارد و بی پروایی میل نکند و به سوی ستمکاری و تجاوزگری نمی رود، چه می رود؟ وقتی از حریم بندگی بیرون اومد. تا در مسیر بندگی است تجاوز نمی کند. امام علی را بکشی نمی دونه ظلم بکنه، چون بنده خود. گفت اگر من بخوام مثل ماویه رفتار کنم، من از اون هم زیاد بلدترم، ولی من بنده خدایم. بندگی خدا اجازه نمیدهد کارهایی که ماویه میکند من بکنم. هیچ وقت به سوی دشمن آب رو نبست. یه بار کنار آب اتراق کردن، لشکر ماویه نگران بود، گفتن که آب دست رو، گفت نه علی اگر اونجا شما نگران آب، علی کسی نیست که آب را به سوی بشری ببنده. چقدر زیبا. در جنگ هم ظلم نمی کنه، در جنگ هم عادله، در جنگ هم خدا را بنده هست. نمیگه اوضاع بحرانیه، در زمانه ویژه قرار گرفتیم، هر کار. نه 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 نه، حریم انسان را همیشه امام علی نگه داشته و انشالله میرسیم حتی به مخالفان خود امیرالمومنین حریم نگه. هیچ وقت مخالف خودش رو زندانی نکرد، هیچ وقت مخالف خودش رو نکشت، مگر اینکه جامعه رو به امنی بکشانند، شمشیر به دست بگیرند و جنگ آغاز کنند. ولی جنگ های امام علی رو مطالعه کنید، هیچ جنگی را علی آغازگر جنگ نبود، همیشه علی دفاع کرد. این بندگی امیرالمومنین در این باره به صراحت چنین فرموده است: فانما انا و انتم عبید مملوکون لرب لا رب غیره. این به دشمنانش میگه، جز این نیست که من و شما همگی بندگان و مملوکان پروردگاری هستیم که جز او پروردگاری نیست. هیچ کس مالک دیگری نیست. در قاموس علی هیچ کس مسلط بر کسی نیست. سلطه را امام علی بر نمیتابد و این مختص خداوند است و به محض اینکه این حقیقت بر هم خورد، انواع سلطه‌گیری ها شد. ببین اگر ما یه سلطه خدا را قبول نکنیم، مجبوریم هزاران سلطه را قبول کنیم، زیر هزاران سلطه سلطه‌گر برویم، ولی خدا را بندگی کنیم زیر بار سلطه احدی نمیریم. انسان باید حریم خود را نگه دارد و پا در حریم الهی نگذارد و توهم خدایی نکنند.
امیرالمومنین در خطبه قاصه خیلی زیبا الحمدلله الذی لبس العز والکبریا، حمد ستایش مر آن خدایی را با که لباس عزت و کبریایی بزرگی رو به خود کرده است. در تن خداست، خدا تن نداده، یعنی کبریایی مخصوص خداست، عزت مخصوص خداست. و اختارهما لنفسه دون خلقه و جعلهما همن و حرمن على غیره و استواهما لجلاله و جعل اللعنت على من نازعه فیهما من عباده. یه ستایش و سپاس ویژه الله هست، همون خداوندی که جامعه عزت و کبریا در پوشید و اون را برای خود برگزید، یعنی عزت کبریایی را، و نه برای آنان که آفرید، آنها را ویژه خود فرمود و بر دیگران حرام نمود، و آنها را برای خود برگزید که بزرگی او را می سزد. سزاوار بزرگی فقط خدا، ما کی هستیم که ادعای بزرگی بکنیم؟ و آن کس از بندگان را که در باره آنها با او ستیزد و به رقابت خیزد از رحمت به دور بماند. کبریا، عظمت، بزرگی مختص پروردگار عالم است. و السلام علیکم و رحمت الله.